از کسی پنهان نیست که انسان‌ها سلطه‌گرترین موجودات روی زمینن و بدون مدرکی از وجود موجودات دیگه از جای دیگه در جهان میتونیم خودمونو سلطه‌گرترین موجودات توی فضا هم بدونیم. اما اگه موجودات دیگه دقیقاً مثل ما میلیون‌ها سال پیش وجود داشتن چی؟ از کجا میشه فهمید که ما اصلاً اولین تمدن پیشرفته‌ای هستیم که زمین رو خونه خطاب کردیم؟ و اگه موجودات دیگه‌ای بودن چه سرنخ‌هایی برای ما به جا گذاشتن که پیدا کنیم؟ اینجا میخواییم بهتون بگیم اگه ما اولین تمدن پیشرفته روی زمین نبودیم چه اتفاقی میافتاد؟ ما میدونیم که حیات برای 400 میلیون سال روی زمین وجود داشته، اما چطور میتونیم از قبل ترش اطلاع داشته باشیم؟ خرابه ها و صنایع باستانی میتونن ما رو فقط چند هزار سال قبل تر ببرن و ثبت های زمین شناسی هم 2 میلیون سال. پس اگه نمیتونیم بدون هیچ مدرک مستقیمی متوجه این موضوع بشیم، از کجا میتونیم رد پای یک تمدن پیشرفته باستانی رو پیدا کنیم؟ و چه چیزایی میتونیم یاد بگیریم که ما هم به همون سرنوشت دوچار نشیم؟ بیا چند تا عدد بهتون بگم که سرتون رو درد بیاره. جهان هستی حدوداً 13.7 میلیارد سال عمر داره و زمین هم 4.5 میلیارد سال عمر کرده و انسان‌ها به تمدن صنعتی در 300 سال اخیر دست پیدا کردن. با تمام این اطلاعات به نظر میرسه که فرصت‌های خوبی برای تمدن‌های دیگه بوده که به وجود بیان، زندگی کنن و بمیرن قبل از اینکه سر و کله ما پیدا بشه. اما پیدا کردن مدرکی از وجود تمدن‌های قبل از ما به نظر سخت‌تر از ساختن یک تمدن از اوله. اجسام باستانی قدیمی به نظر محکم‌ترین سرنخ از وجود تمدن‌های باستانی هستند، اما به نظر نمیاد که هیچ وقت یکی از اون‌ها رو پیدا کنیم. در طول زمان حتی بزرگترین ساختمان‌هامون آوار میشن و محکم‌ترین موادمون تجزیه میشن. شهرهای ما کمتر از 1% سطح زمین رو پوشش میدن، پس هر شهر قابل مقایسه‌ای با الان به آسونی میتونه از دست دیرینه‌شناسان در بره. حتی اگه میدونستیم کجا دنبالشون بگردیم، احتمالش کمه که این سازه‌ها بیشتر از چند میلیون سال دوام بیارن. همیشه فسیل شدنم وجود داره، اما فقط اطلاعات محدودی از گذشته بهمون میده. به خاطر متغیرهایی مثل زمان و محل زندگیشون، یک تمدن صنعتی که 100 هزار سال دوام آورده، یعنی 333 برابر عمر تمدن صنعتی ما، ممکنه هیچ فسیلی از خودش به جا نذاره. پس شاید بهتر باشه دنبال سرنخ‌های غیر مستقیم بگردیم. بهترین روش برای این کار اینه که دنبال رد پاهایی بگردیم که تمدن امروزه خودمون میتونه به جا بذاره اگه از بین بره. یکی از جاهایی که یه سری رد پای مشخص به جا میذاریم توی رسوب‌های کف اقیانوس هاست. یک نگاه به این منطقه میتونه واکنش‌های شیمیایی عجیب و آشکار کنه که نشون از یک دستکاری خارجی میده. برای مثال کودهای نیتروژنی که ازشون برای رشد غذاهامون استفاده می‌کنیم به داخل آب‌ها ریخته میشن و مناطق بدون اکسیژنی رو تشکیل میدن که توی لایه‌های رسوبی کاملا مشخص میشن. علاوه بر اون ما مولکول‌های آزمایشگاهی با عمر زیاد به جا می‌ذاریم، از تشعشعات رادیواکتیو گرفته تا استروئیدها و تمام زباله‌های پلاستیکمون توی اقیانوس. پس بله، موجودات آینده قرار کلی چیز درباره ما یاد بگیرن. اگه هنوزم آبروی انسان‌ها نرفته، بهتون بگم که تکنولوژی‌ها داره خیلی سریع آب و هوا رو تغییر میده که همین موضوع باعث منقرض شدن خیلی از موجودات میشه که در فسیلاشون در آینده میتونن این موضوع رو بفهمن. به احتمال زیاد بزرگترین ردپایی که از یک تمدن پیشرفته باقی میمونه همون چیزیه که باعث نابودیشون شده. سوخت‌های فسیلی معمولاً از گیاهان و حیوانات در حال تجزیه میان که انواع مختلفی از کربن داره که جرم اتمی متفاوتی از کربن داخل اتمسفرمون داره. وقتی این نوع کربن آزاد بشه، ترکیبات کربنی اتمسفر رو عوض می‌کنه و یک علامت مشخص برای دانشمندان آینده باقی می‌مونه. در یک تحقیق در سال 2018، دانشمندان نظریه دادن که تمدن‌ها حتی می‌تونستن چرخه‌های زندگی داشته باشن که از سوخت‌های فسیلی انرژی می‌گرفته. وقتی استفاده از سوخت فسیلی باعث تغییرات آب و هوایی میشه، میزان اکسیژن در اقیانوس‌ها تغییر می‌کنه و باعث ایجاد یک محل تولد برای سوخت‌های جدید مثل نفت و زغال میشه.
با این روش یک تمدن با از بین بردن خودش میتونه یک زمینه برای تولد یک تمدن جدید در آینده ایجاد کنه. در تحقیقات ما برای همسایه‌های پیشرفته باستانی ممکنه که هیچ وقت مدرکی پیدا نکنیم، اما چیزهای زیادی درباره خودمون یاد میگیریم. بررسی کردن ردپای زمینشناسی طولانی مدت ما میتونه سودهای زیادی داشته باشه. بهمون کمک میکنه بفهمیم کجا میتونیم بهتر عمل کنیم تا به یک تعادل در سیارمون برسیم که تبدیل به یک تمدن فراموش شده در آینده نشیم. با اینکه به نظر احتمالش کمه که قبل از ما تمدن پیشرفته‌ای وجود داشته باشه، این دلیل نمیشه که کلن وجود نداشته. تا جایی که میدونیم انقدر پیشرفته بودن که حتی تونستن خرابکاریاشون رو کاملا پاک کنن. تنها روشی که بشه فهمید وجود داشتن یا نه اینه که یه ماشین زمان بسازیم و بریم با چشمای خودمون ببینیم. اما خب این میتونه یه موضوع دیگه توی برنامه دیگه باشه. با مغز باز همراه باشیم.